بران. این منزل آخرت ما هست، در اینجا همه ما میاییم. این را فراموش نکنیم که این اینجا آبادیش با عبادت خود ما هست. اینجا ما به فکر آخرت بیفتیم، اونجایی که هر کسی باید جوابگوی اعمال خودش باشد، که الله تعالی بارها در کلام خودش فرموده است که روز قیامت اعمال نامه هر کسی به دست خودش میفته، برگردن خودش هست، از اعمال خودش باید جواب بده. اینجا جای گریه هست، جای زاری و التماسه که ما برای کسانی که از ما جلوتر رفته هم برای اونها دعا کنیم، که الله تعالی میفرماید و کسانی که بعد از صحابه آمدن و در نسل‌های آینده که میآیند چی میگویند؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. خدایا ما را بیامرز، عزیزان ما را بیامرز، کسانی که جلوتر از ما رفتند، در ایمان از ما سبقت گرفتند، اونها را مغفرت بفرما. مسئولیت ما در قبال عزیزانی که از دست میدیم اینه که برای اونها دعا کنیم. اما این تعلیم اسلام نیست که ما بر قبر بیفتیم با اون صحبت کنیم، حاجات خود را از اون بخواییم، مشکلات خود را از اون بخواییم. نه، رسول الله صلی الله علیه و سلم شبانه می رفتن به قبرستان بقیع، اونجا دعا می کردن که الله تعالی می فرماید ای محمد شما بر این اموات مسلمان ها دعا کن، فإن صلاتک سکن علیهم، این دعای شما اونها را آرام می کند. شما اینجا وقتی به قبرستان می آیید عرفای دنیاوی نزنید، مشغول استغفار بشید، مشغول توبه بشید، برای اموات دعا کنید که این دعای شما، این که شما اینجا صلوات و درود بفرستید بر ختم مرتبت، این ثوابش را الله تعالی اینجا تقسیم میکنه. این که اینجا شما بیایید دعا بکنید، الله تعالی به برکت دعای شما اینجا سکون و آرامش را نازل میکنند. پس وقتی قبرستان میاییم احترام داشته باشیم، اول وارد میشیم سلام بدیم، بعد برای اینها دعا کنیم، اینجا دعای استغفار بکنیم، حرف دنیا را نزنیم و در فکر این باشیم که این قبر خانه آخرت ما هست، این قبر آبادیش به دست خود ماست و هر کس با اعمال خودش در اینجا میره و تنها هست. در این قبر الله تعالی از ما میپرسه من ربک، من نبیک، ما کتابک، ما دینک. در این قبر باید مسلمان جواب بده. وقتی فرشتگان رب العالمین میپرسن رب تو کیه؟ پیامبر تو کیه؟ کتاب شما چیه؟ دین شما چی هست؟ این سوال نمیشه وقتی میت را در قبر بذاری دم گوشش بگی فلانی، ربت فلانه، پیامبرت فلانی هست، کتابت اینه، دینت اینه. این سفارش سودی نداره. جواب این سوال را، این توجه کنی سرورانم، برای جواب این چهار سوال الله تعالی به ما عمر عنایت کرده. 20 سال، 30 سال، 50 سال، 70 سال وقت در عبادت خداوند متعال سپری بشه، اون زمانی که ما میتوانیم این سوالها را براحتی در قبر جواب بدیم. اما این که یکی بیاد در گوش مرده بخانه ای فلانی این آخرین سفارش مرا فراموش نکن، اون که زنده نیست که الان به حرف ما گوش بده، یا بیاد این سوالا و جوابا ما را برای خودش حفظ کنه. جواب این سوالات در طول زندگی ما اعمال نیک ما هست. یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه بودن. وقتی رسول خدا اونها را سفارش میکرد بر اون سفارش ها پایبند بودن. از الله تعالی میطلبم که همه ما را بگونه ای بگرداند، اعمال ما را بگونه ای بگرداند که مورد رضای الله تعالی باشد. و ما سعی کنیم این گونه باشیم، مصیبت ها را طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم سپری کنیم. تعزیت ما، تسلیت ما 3 روزه. چند روز؟
سه روزه. این که بیاین سروران توجه کنید، این مذهب اهل سنت و حنفی ما اینه که ما چلم نداریم، سالگرد نداریم، این که ما کاروان تشکیل بدیم بریم روی قبرها بیفتیم، این مذهب ما نیست. مذهب ما به ما اجازه نمیده. محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. شما قصد زیارت نکنید مگر سه مسجد را، مسجد النبی، مسجد الحرام، مسجد الاقصا. در جای دیگر به قبرستان ها رفتن و زیارت اونجا قصد کردن مذهب ما به ما اجازه نمیده. عده‌ای برای ما دلسوز شدن، به ما بر خلاف مذهب ما میخوان چیزهای تعلیم بدن. کجایند این دلسوزها که جمعیت ما برای نماز نمیآید؟ کجایند این دلسوزها که نماز صبح بیاین مساجد ببینن؟ کجایند این دلسوزها که من از مساجدی خبر دارم که در اونها اذان نمیشه، برن خبر اون مسجدها را بگیرم؟ مسلمان مکلف مسجد آباد کنه، مسلمان مکلف نیست قبرستان را آباد کنه. قبرستان را در زندگی من با اعمال من آباد کنیم. با چی آباد کنیم؟ اینکه کسی دیگه برای ما قبری بسازه، این برای ما سودی نداره. و سعی کنیم بر مسائل مذهبی ما پایبند باشیم، انشالله که